بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز جمعه 23 ماه جون 2023 میلادی برابر است با 2 تیر ماه سال 1402 خورشیدی. امروز جمعه 2 تیر ماه در پاسخ به فراخوان‌های صادر شده شهروندان در زاهدان، ایران شهر، راسک و چابهار بعد از نماز جمعه به خیابان‌ها آمدند و با سر دادن شعار بر سرنگونی نظام جمهوری اسلامی تاکید کردند. اعتراضات در شهرهای راسک و ایران شهر با دخالت نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به خشونت کشیده شد. سازمان حقوق بشری هالوش ویدیوهایی را از راسک منتشر کرده که در آن معترضان در حالی که فریاد مرگ بر خامنه‌ای سر می‌دهند، به سوی مأموران مسلح جمهوری اسلامی سنگ پرتاب می‌کنند. همزمان مولوی عبدالغفار نقش بندی، روحانی معترض اهل سنت، با انتشار توییتی از یورش نیروهای امنیتی به مسجد جامع و حوزه علمیه راسک و تلاش آنها برای بازداشت پدرش مولانا فتحی محمد نقشبندی خبر داد. به همچنین از شهروندان راسک و سرباز خواست که راه‌های مواصلاتی راسک را برای جلوگیری از رفت و آمد نیروهای جمهوری اسلامی مسدود کنند. علاوه بر راسک، در ایران شهر، چابهار و سوران هم شهروندان بعد از اقامه نماز به خیابان‌ها آمده و شعارهایی مانند تجاوز، جنایت، مرگ بر این ولایت سر دادند. گزارش‌ها از زاهدان نیز از جو گسترده امنیتی و بازداشت معترضان در این شهر حکایت دارند. پایگاه هالوش به نقل از منابع خود گزارش کرده که نیروهای امنیتی و نظامی با ده‌ها خودروی شخصی که اکثرا سمند سفید رنگ بودند اقدام به بازداشت بسیاری از شهروندان در خیابان‌های قدیر، مدنی، توحید، خیام و مدرس در محدوده مسجد مکی و مصلا کردند. هالوش به نقل از منابع محلی نوشته که حدود 50 تن که از روستا برای شرکت در نماز جمعه و راهپیمایی در راست به این شهرستان آمده بودند، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. این خبرگزاری از بازداشت و زد و خورد بین مأموران و تظاهرکنندگان در شهر مرجی پیشین در استان سیستان و بلوچستان هم خبر داده است. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان و از رهبران اعتراضات ایران، در خطبه های روز 2 تیر ماه به طور ضمنی به خونسا شدن توطئه ترور خود واکنش نشان داده و گفت تا جایی که نفس ما در بدن است، ما منافع مردم ایران را دنبال می‌کنیم و در این راستا هر تهدیدی را به جان می‌خریم. این سخنان مولوی عبدالحمید با پاسخ نمازگزاران زاهدانی همراه شده و آنها با سر دادن شعار حمایت خود را از مولوی عبدالحمید نشان دادند. مولوی عبدالحمید هم در واکنش گفت به شما مردم توصیه می کنم هیچگاه نگران هیچ چیزی نباشی، چرا که تا زمانی که خدا نخواهد هیچ اتفاقی نمی افتد و هیچ چیزی نمی شود. نه نگران باشید و نه جوش بزنید، اما دعا کنید. دعا لازم و حیاتی است و توصیه من به شما این است که آرامش خودتان را حفظ کنید. امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های خود با تاکید بر اینکه منافع ملی در ایران از تصمیم و عملکرد دولت ها و مسئولان کشور ضربه خورده است، گفت هر کسی که در ایران نفوذ داشته فرصت ها را به نفع خود تصرف کرده، خزانه ها خالی و مشکلاتی ایجاد شده و تصمیم گیرندگان کشور هم تمرکزی بر منافع ملی نداشتند. وی با اشاره به اینکه این مشکلات باعث فشار بر همه طیف ها و در همه سطح ها شده، گفت که برای آینده و رفع این چالش ها چشم‌انداز روشن و امیدوار کننده ای نمی بیند. وی با اشاره به انتقاد گریزی طبقه حاکم گفت اگر کسی حتی نماینده مجلس انتقادی به حکومت کرده، گروه های فشار با او تماس گرفتند، اما او تاکید کرد که ملت ایران هیچ وقت از مطالباتشان برای آزادی و عدالت کوتاه نمی آیند. بعد از گذشت 8 ماه از بازداشت توماج صالحی، خواننده معترض، وکلای سیاسی او در پارلمان اروپا خبر دادند که دادگاه او روز یکشنبه 28 خرداد ماه پشت درهای بسته برگزار شد. روز چهارشنبه 31 خرداد ماه نمایندگان پارلمان‌های آلمان، اتریش، نیوزیلند و ایتالیا که کفالت سیاسی توماج صالحی را بر عهده گرفتند، با انتشار ویدیویی اعلام کردند که دادگاه رسیدگی به اتهامات این خواننده بعد از گذشت 230 روز از بازداشت او روز یکشنبه 28 خرداد ماه پشت درهای بسته و بدون هیچ پوشش رسانه‌ای و اطلاع رسانی رسمی برگزار شده است. کفیلان سیاسی توماج صالحی در آخرین پیام خود
شد، ضمن ابراز نگرانی از نبود شفافیت در مورد پرونده توماج صالحی میگویند هیچ چیز در مورد توماج قانونی پیش نمی رود. آنها نمی دانند که دادگاه چطور پیش رفته و تاریخ بعدی دادگاه کی است و حکم چه زمانی اعلام خواهد شد. نمایندگان پارلمان های آلمان، اتریش، نیوزیلند و ایتالیا خواستار شفافیت کامل و دسترسی مستقیم و دسترسی به پرونده توماج صالحی شده و اعلام کردند که در صورت ادامه روند کنونی هیچ حکمی را علیه توماج قانونی و معتبر نمی دانند. کفیلان سیاسی خواننده بازداشت شده ایرانی علاوه بر اجرای عدالت در مورد موکل خود، خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی و اجرای عدالت درباره آنها شدند. احمد ظاهری، زندانی سیاسی، از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به اتهام نشر اکاذیب به 3 ماه و 1 روز زندان اضافه محکوم شده است. برخی منابع نزدیک به این زندانی سیاسی خبر دادند که چهارشنبه 31 خرداد ماه حکم شعبه 1040 دادگاه کیفری 2 تهران به حائری ابلاغ شده و وی متهم به نشر اکاذیب شده است. نزدیکان این زندانی سیاسی میگویند که مصداق این اتهام افشاگری 2 سال پیش حائری درباره مرگ 2 زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ است. 2 سال پیش این فعال سیاسی در چند رشته توییت خبر داد که ساسان نیک‌نفس و امیر حسین حاتمی، 2 زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ، جان باختند. بعد از انتشار گزارش های احمد ظاهری، خانواده این 2 زندانی سیاسی پیگیر پرونده شدند و به تازگی مقامات سازمان زندان ها به خاطر شکایت خانواده امیر حسین حاتمی به دادگاه احضار شدند. با این حال افشاگر مرگ این 2 زندانی سیاسی در پرونده دیگر خود به نشر اکاذیب محکوم شده است. خبرگزاری دولتی آناتولی امروز جمعه خبر داد که ماموران ژاندارمری ترکیه از 1 اتوبوس مسافربری ایرانی مقداری مواد رادیواکتیو کشف و ضبط کردند. به نوشته آناتولی، ماموران ژاندارمری این اتوبوس را که از مرز گوربولاک وارد ترکیه شده بود، در یکی از اس بازرسی‌های دوقبایزی در استان آقری متوقف و مقدار 6 گرم کالیفرنیوم که در بسته‌های سیگار جاسازی شده بود از آن کشف کردند. کالیفرنیوم یکی از عناصر شیمیایی رادیواکتیو است و نخستین بار در سال 1950 در یک آزمایشگاه در دانشگاه کالیفرنیا در ایالات متحده ساخته شد. از این عنصر شیمیایی عمدتاً در فعالیت‌های هسته‌ای و گاه در تحقیقات نفتی و پزشکی استفاده می‌شود و قیمت بالایی دارد. به گزارش آناتولی، ماموران ژاندارمری هنگام کشف 9 کارتن سیگار قاچاق به یکی از کارتن‌ها مشکوک شدند و در بازرسی از آن توانستند این عنصر شیمیایی را کشف کنند. همچنین بنا به این گزارش، ماموران ترکیه از این اتوبوس 378 سکه طلا هم کشف و ضبط کردند و راننده ایرانی اتوبوس بازداشت شده است. به نوشته آناتولی، دادستانی منطقه تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده است. هنوز جزئیات بیشتری در این باره منتشر نشده است. من گناشوان در لحظه توجه شما را به پایم پایی بازرگانی جمع. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانت رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26 هزار دلار پرداخت میکنه. بله، 26 هزار دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26 هزار دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001.
خانم ها، آقایان، اگر قصد فروش طلا، جواهرات و ساعت های گران قیمت خود را دارید، با بیژن جواهری تماس بگیرید. با بیژن جواهری از ارزش و قیمت درست طلا، ساعت و جواهرات خود مطلع شوید و آنها را با اطمینان خاطر به قیمت و با شرایط ویژه به فروش رسانده، ری دیزاین و یا آپگرید کنید. بیژن جواهری، نامی آشنا در بیورلی هیلز با 30 سال تجربه، متخصص و کارشناس ارشد در قیمت گذاری، ساخت و خرید و فروش طلا و جواهرات. تلفن 310-278-84-85. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، حضانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. خانه سینمای ایران در بیانیه‌ای از واگذاری نظارت بر شبکه نمایش خانگی به سازمان صدا و سیما انتقاد کرد و این اقدام را مایوس کننده و مخالف پیشرفت اقتصاد هنر صنعت سینما خواند. این کانون صنفی روز جمعه در بیانیه خود از نهادهای مسئول خواست اصرار بر بنیانهای دیرین و منسوخ را کنار گذاشته و متناسب با مقتضیات معاصر و عرف پذیرفته شده جامعه اقدام کنند. در پی حمله تند رسانه‌های حکومتی به سریال‌های شبکه‌های خانگی و ولنگار خواندن محصولات این شبکه، شورای انقلاب فرهنگی به تازگی در مصوبه‌ای نظارت بر محصولات نمایش خانگی را به سازمان صدا و سیما واگذار کرد. خانه سینمای ایران از جمله پیامدهای مصوبه جدید را افزایش فشار روانی به هنرمندان و سانسورهای بیشتر آثار نمایش خانگی و سینمایی ذکر کرده و آن را موجب پررنگ‌تر شدن بحران حوزه فرهنگ دانسته است. این نهاد سینمایی پیش بینی کرده که نظارت صدا و سیما بر شبکه نمایش خانگی از جمله موجب تقویت شبکه‌های تلویزیونی خارج از ایران، مهاجرت سینماگران، بیکاری هنرمندان و نارضایتی مخاطبان خواهد شد. به گزارش کانال 12 تلویزیون اسرائیل، مقامات اسرائیلی بر این عقیده‌اند که مسئله غنی‌سازی اورانیوم در درجه لازم برای ساخت بمب اتم از سوی جمهوری اسلامی دیگر یک امر واقعی و انجام شده است. بر مبنای گزارش این شبکه تلویزیونی، ایالات متحده هم با اسرائیل در اینکه جمهوری اسلامی امروز در پیشرفته‌ترین مرحله خود به سمت دستیابی به بمب اتم می‌رود، توافق نظر دارد. با این وجود، به گفته یک کانال 12 تلویزیون اسرائیل، میان مقامات آمریکایی، موساد و ارتش اسرائیل بر سر پاسخ این سوال که ایران چه زمانی به بمب اتمی دست پیدا خواهد کرد، اختلاف نظر وجود دارد. از سوی دیگر، به گفته این کانال اسرائیلی، هنوز معلوم نیست که رهبر جمهوری اسلامی چه زمانی دستور آغاز ساخت بمب را خواهد داد.
اتحادیه اروپا 11 بسته تحریم‌های خود علیه روسیه در ارتباط با تهاجم نظامی این کشور به اوکراین را به تصویب رساند که در میان نام 7 وابسته به حکومت جمهوری اسلامی از جمله 4 ایرانی تولید کننده پهپاد هم به چشم می‌خورد. این نهادهای ایرانی تحریم شده به ترتیب عبارتند از شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی داما، شرکت اوج پرواز مادو، شرکت پرآور پارس و صنایع هوایی شاهد. همزمان نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی سپاه پاسداران و صنایع هوایی قدس هم به فهرست سیاه اتحادیه اروپا افزوده شدند. ران دسانتیس فرماندار ایالت فلوریدای آمریکا که یکی از نامزدها برای کسب نامزدی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است، میگوید مقامات جمهوری اسلامی در صورت سازش با آمریکا پول حاصل از توافق را برای حمایت از تروریسم استفاده می کنند. ران دسانتیس در بخشی از گفتگو با نشریه اسرائیل هایوم در پاسخ به سوالی درباره اینکه اگر در انتخابات پیروز شود در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی چه می کند، به توافق برجام با عنوان توافق خامنه‌ای اوباما اشاره کرد و گفت این توافق یک فاجعه بود. و افزود بایدن قصد دارد که این توافق را احیا کند، اما وقتی با ایرانی ها سازش کنید آنها از پول حاصل از آن برای حمایت از تروریسم استفاده می کنند. در بخش دیگری از این گفتگو ران دسانتیس درباره نظر خودش در مورد ایران گفت من فکر می کنم که با فشار به ایران آنها متوجه خواهند شد که اصرار بر فعالیت هایشان می تواند چه پیامدهای منفی اقتصادی، دیپلماتیک و احتمالاً حتی نظامی برایشان داشته باشد. ملاها تنها چیزی که می فهمند قاطعیت است. به تاکید کرد در صورت پیروزی در انتخابات از اسرائیل در مقابل جمهوری اسلامی حمایت می کند و موضع سخت‌تری در مقابل حکومت ایران خواهد داشت. مقامات محلی در جزایر قناری اسپانیا میگویند یک روز بعد از گزارش جان باختن بیش از 30 مهاجر، حداقل 227 مهاجر دیگر روز پنجشنبه در سواحل این مجموعه جزایر توسط گارد ساحلی نجات یافتند. تبیس‌های اضطراری میگویند که گارد ساحلی مهاجرانی را که با قایق‌های بادی به نزدیکی جزایر لانزاروته و قناری در اقیانوس اطلس سفر می‌کردند نجات داده است. روز چهارشنبه دو مؤسسه خیریه اعلام کردند که بیش از 30 مهاجر بعد از غرق شدن قایق آنها در نزدیکی این جزایر جان باختند. مقامات اسپانیایی گفتند که نیروهای امدادی در میان جان باختگان اجساد یک کودک خردسال و یک مرد را پیدا کردند و 26 تن را هم نجات دادند. من بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی از جمله اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت. دفاتر سامان هیدری در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 heidarilawgroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HT 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک،
تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. وست ساید فارمسی در 11504 سانتا مانیکا بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید به مدیریت دکتر فرزاد جک پیروز با همکاری دکتر جواد فردوسی، دکتر جانت آهادی و دکتر هما سعادت و تکنسیان های مجرب. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مانیکا. پارکینگ رایگان در طبقه پایین ساختمان رستوران جوان. تلفن 310-479-0200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین در داروخانه وست ساید موجود است. خبرها را دنبال میکنیم. به نظر می رسد که رقابت تجاری میان دو تن از قدرتمندترین میلیاردهای صنعت فناوری کافی نیست و اکنون مالکان توییتر و متا می گویند که آمادگی دارند برای تصفیه حساب با یکدیگر در قفس بجنگند. ایلان ماسک مالک توییتر اخیراً در توییتی اعلام کرده بود که حاضر است با مارک زاکربرگ مدیر عامل متا در قفس مبارزه کند. در پاسخ به این توییت ماسک، آقای زاکربرگ هم در یک استوری اینستاگرامی با انتشار تصویری از توییت ماسک نوشت آدرس را برایم بفرست. هرچند هنوز مشخص نیست که این دو مالک توییتر و متا در خصوص مبارزه در قفس با یکدیگر جدی هستند یا صرفاً برای سرگرمی این اظهار نظرها را کرده اند، اما شرکت‌های شرط بندی ورزشی وارد عمل شده و درصدهای متفاوتی را برای پیروزی احتمالی این دو تن تعیین کردند. جیمز کامرون کارگردان فیلم تایتانیک در واکنش به خبر کشته شدن سرنشینان تایتان گفت که سرنوشت غمبار این زیردریایی و کشتی تایتانیک در 110 سال پیش در یک چیز مشترک است، بی‌توجهی به هشدارها. به گفته کامرون، کاپیتان کشتی تایتانیک هم 110 سال پیش نسبت به هشدارها درباره وجود کوه یخی بی‌توجهی کرد که در نهایت موجب غرق شدن این کشتی در 4000 متری بستر اقیانوس اطلس شد. آقای کامرون که قبل از ساخت فیلم سینمایی تایتانیک برای دیدن لاشه این کشتی به عمق اقیانوس رفته بود، در گفتگو با رویترز گفت که پیشتر بارها درباره مشکلات ایمنی زیردریایی تایتان شنیده بود. او گفت: ای کاش من در این باره جدی‌تر هشدار می‌دادم. شناور زیردریا پیمای تایتان که 6.5 متر است، روز یکشنبه 18 جون سفر خود را با 5 سرنشین آغاز کرد، اما کمتر از 2 ساعت بعد ارتباط آن قطع شد. بعد از چند روز جستجو، روز پنجشنبه دریابان جان ماگر، فرمانده گارد ساحلی ایالات متحده، تاکید کرد که زیردریا پیما در 500 متری تایتانیک بر اثر فشار آب از بین رفته و همه سرنشینان آن کشته شدند. از سوی دیگر، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام ارشد نظامی آمریکا اعلام کرد که میکروفون‌های مخفی نیروی دریایی کشور که در اعماق اقیانوس اطلس قرار دارند، چند روز پیش صدای انفجار زیردریایی تایتان را شناسایی کردند. به نوشته این روزنامه، نیروی دریایی آمریکا در عملیات جستجو برای یافتن زیردریایی شرکت اوشن گیت اکسپدیشنز در اقیانوس اطلس از یک سیستم رادیویی صوتی فوق محرمانه استفاده کرده است. بر اساس این گزارش، آمریکا از این سیستم برای نظارت بر زیردریایی های دشمن استفاده می کند. بینندگان ارجمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.